آقا این که بتمن فیلم خوبی بود درست، ما خودمونم قبول داریم، ولی دلیل نمیشه سوتیاشو نگیم. سلام رفقا، چطورین؟ من امیرم و به چنل موویشن خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که سوتیای فیلم جدید بتمن رو بگیم و توی این ویدیو اسپویل شدید فیلم بتمن رو داریم. بدون معطلی اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. بریم سراغ سوتیای خفن فیلم جدید بتمن. ریدلر طی یه بازی معمایی یه درایو در اختیار بتمن و گوردون میذاره. هممون دیدیم. بتمن و گوردون هم بعد از حل معمای ریدلر اون درایو داخل یکی از ماشینای شهردار گاتام پیدا میکنن. اینجور موقع ها یه درایو مشکوکو که انقدر راحت نمیزنن به یه کامپیوتر. این کار باعث میشه که حتی اگه اطلاعات قابل قبولی هم توی اون درایو باشه دیگه به درد نخوره. دادگاه و مجرم میتونن ادعا کنن که اصلا خود پلیس این اطلاعاتو گذاشته توی درایو. نکته دیگه این که اصلا امکان داره ویروسی باشه که داخل فیلم هم دیدیم وقتی که گوردون درایو باز میکنه همین اتفاق میفته. در واقع این درایو اصلا باید بره آزمایشگاه بررسی بشه، یه کپی ازش گرفته بشه. خود گوردون دیگه این چیزا رو بهتر میدونه. Fear is a tool. When that light hits the sky. بعد از دستگیری ریدلر پلیس میره به محل زندگیش تا مدرک جمع کنه. بتمن هم که طبق معمول تحت حمایت گوردون اونجاست. بتمن به مجله های ریدلر دست میزنه. یکی از افسرهای پلیس به گوردون میگه که مشکلی نداره به خاطر اینکه بتمن داره سلسله مراتب مدارک رو به هم میزنه. گوردون میگه نه، بتمن دستکش داره، اثر انگشتش نمیمونه. اما سلسله مراتب مدرک خیلی بزرگتر و مهمتر از اثر انگشته. هیچ کس به جز پلیس اصلا نباید به مدارک دست بزنه به خاطر اینکه اینجوری وکیلاش مدعی میشن که آقا این خودش اینا رو گذاشته اینجا. It's not just a call. It's a warning. آلفرد هم دقیقاً مثل بتمن یه بمب توی صورتش منفجر میشه، اما بعد میبینیم داخل تخت بیمارستان خوابیده و چند تا خراش ساده افتاده رو صورتش. توی اوایل فیلم یه صحنه رو میبینیم که بروس لباسش رو در میاره و یه زخم بزرگ روی شونشه. بعد یکم بدترش یه صحنه رو میبینیم که بروس نشسته و داره معمای ریدلر رو حل میکنه. تو این صحنه بروس بازم لباسش رو در میاره، اما هیچ خبری از اون زخم نیست. همون اول فیلم کتومن میاد تو دل خلافکارا، یکیشون به خاطر اینکه مسته یه سری اطلاعاتو خیلی راحت لو میده. کتومن میاد بهش میگه که من اومدم اینا رو بپرسم، اونم خیلی راحت اطلاعات به این مهمی رو لو میده و تمام. بعد که کل اطلاعاتو میده و تموم شد رفیقش تازه میگه که نگو بابا چه خبره، همه رو لو دادی که. اما سوتی بعدی فیلم برای رویدادهای سیاسی خیلی مهم که افراد سیاسی رده بالا داخلشون هستن، پلیس اصلا یه امنیت عجیب غریبی برقرار میکنه. پلیس میاد محل این رویدادا رو بررسی میکنه، مخصوصا بلندیا، به خاطر اینکه داخل بلندیا اگه یه نفر مسلح بره اونجا به کل رویداد دسترسی داره. با اینکه پلیس هم میدونه که ریدلر با توجه به اهدافی که داره بیخیال این رویداد نمیشه. خب چطوریه که سربازای ریدلر بدون اینکه کسی بهشون شک کنه و متوجهشون بشه انقدر راحت رفتن اون بالا؟ پلیس باید محتاط‌تر عمل میکرد. بعد از دستگیری ریدلر و ملاقاتش با بتمن داخل تیمارستان آرخام، ریدلر یه سری نکاتو میاد به بتمن میگه. بعد از اینکه بتمن اونا رو میشنوه برمیگرده خونه ریدلر و خیلی راحت به کامپیوترش دسترسی پیدا میکنه، در صورتی که وسایل ریدلر و کامپیوتراش به وسیله پلیس اصلا جمع شده بود. اما ما میبینیم که کامپیوترش اونجاست و بتمن خیلی راحت ازش استفاده میکنه. تو خیلی از صحنه ها میبینیم که اصلا دشمن وقتی که میخواد تیراندازی کنه دقیقاً میاد به بدن بتمن و قسمت ضد گلولش تیراندازی میکنه، اصلا صاف اونجا رو هدف میگیرن. بابا یکم تفنگو بیار بالاتر، صورتش. This
خلاصه که سوتیای فیلم بتمن بیشتر از این صحبت ها بود، ولی خب من باحال‌تریناشو بهتون گفتم دیگه. این بغلم دو تا ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشتین حتما یه سری بهشون بزنید. موشکافی تریلر دوم فیلم تور لاو اند تاندر و بررسی تریلر شی‌هالک. رفقا به آخر این ویدیو رسیدیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل موویشن هم سابسکرایب کنین و زنگوله هم بزنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.